خب جلسه قبلی ما تا اینجای پیش رفتیم که اومدیم یه پوشه به اسم توتوریال ایجاد کردیم و با استفاده از کمپوزر اومدیم تمام فایل مورد نیاز رو از طریق کمپوزر گرفتیم و تو اون پوشه ریختیم. خب حالا تو این جلسه میخوایم با هم یه نگاهی به این محتویات این پوشه بندازیم. خب من میخوام این پوشه رو با استفاده از اتم باز کنم. خب چند تا راه هست، میتونم برم داخل فایل منیجرم و اون پوشه رو با چیز باز کنم، مثلا برم تو پوشه www پوشه توتوریالی که آماده کردم کلیک راست کنم و مثلا اوپن وید با اتم کنم یه جوری، حالا یا خود اتم رو باز کنم، پروژه رو چیز کنم. راه‌های مختلفی هست، ولی کاری که من میخوام بکنم که یادم بگیر از طریق همین ترمینال هست که من الان داخل ترمینال هستم دیگه. میتونم بزنم اتم و بعد از اتم یه پث بیاد. پث یادتونه بهتون گفتم دیگه، مسیر رسیدن به یک فولدر یا یک فایل رو پث میگن. اگه بگم اتم و اون پث مورد نظر با اتم باز میشه. خب من الان داخل پوشه توتوریال هستم دیگه، توی پوشه بندی دات دات میشد پوشه قبلی و دات میشد پوشه فعلی. اتم دات رو بزنم یعنی که پوشه فعلی رو با استفاده از اتم باز کنم. البته اینو فکر کنم با ویندوز به مشکل بر بخورین به این صورت اگه بخواید بازش کنید، فکر کنم حالا امتحان کنید اگه شد شد، اگه نشد دیگه نهایتا خود اتم رو باز کنید و با استفاده از اتم مثلا پروژه رو باز کنید به این صورت یا هر طریق دیگه. خب حالا وقتی که یه پروژه رو باز میکنید، پروژه لاراول رو باز میکنید، اول از همه میبینید که این پوشه بندیش به این صورت این قسمت هست. یه عالمه پوشه میبینید، یه عالمه فایل میبینید که یه جورایی گیج کننده است، مخصوصا برای کسی که اولین بار از یه همچین فریمورکی استفاده میکنه. ببینید الان ما چندین تا پوشه داریم، داخل پوشه اپ خودش کلی پوشه، نمیدونم داخل این پوشه کلی، داخل این پوشه خودش کلی پوشه، داخلش کلی فایل اینجا ریخته شده. معمولا کسی که مبتدیه برای اولین بار میخواد استفاده کنه، میخواد بدونه که تک تک این فایل ها چی هن و تک تک این پوشه ها چی توشه و هر پوشه ای دقیقا چی کار میکنه. این چیزیه که ذهن کسی که اولین بار از این چیز استفاده میکنه درگیر کرده. ببینید من فقط بهتون بگم که برای کسی که مبتدی هستن بگم که فعلا تو این لول نیازی نیست که بدونی تک تک این فایل ها چی هستن و تک تک این فولدر ها چی هستن. باید کم کم باهاشون آشنا بشید. یعنی مثلا تا یه پروسه پیش برید، مثلا کم کم مثلا اول یاد بگیرید پوشه اپ چیه، مثلا یه سری نکته ها یاد میگیرید که در مورد پوشه اپ چه چیزهایی توش هستن و چه چیزهایی معمولا توش هستن، مثلا یه سری نکات در مورد پوشه اپ یاد میگیرید. خب بعد مثلا بعدن یه سری نکته ها در مورد پوشه پابلیک یاد میگیرید، مثلا یاد میگیرید که فایل های سی اس اس و جاوا اسکریپت و فونت و نمیدونم عکس و اینا رو مثلا یه چیزای پابلیک رو مثلا اینجا میریزن، توی این پوشه پابلیک میریزن، مثلا کم کم یاد میگیرید. اینا رو بذارید به مرور زمان یاد بگیرید، یعنی که انتظار نداشته باشین همین اول دقیقاً بدونید الان این فایل user.php به چه علت ایجاد شده، این پوشه http به چه علت ایجاد شده، این kernel.php اینجاست، کلی کد توشه، این کدا چی هستن، دارن چی کار میکنن. اینا رو نیازی نیست تو همون بار اول یاد بگیرید، اینا رو باید به مرور زمان یاد بگیرید. و ما تو این پروژه‌ای که داریم با هم دیگه کم کم همه اینا رو پوشش میدیم. پس نیاز خودتون رو درگیر این موضوعات نکنید که این پوشه ها چی هستن و این فایل ها چی هستن. طی این روندی که با هم داریم پیش میریم، دونه دونه هر جا نیاز شد هر کدوم از اینا رو توضیح میدن و کم کم تا آخر پروژه برسیم میفهمین که چی دقیقا، مثلا پوشه استوریج برای چی هستش، نمیدونم ریسورسز، بعدا خودتون میاد دستتون رو باهاش آشنا میشین. پس عجله ای نکنید، این یک نکته. پس این از پروژه لاراول، یه سری پوشه هستن، یه سری فایل هستن از قبل آماده شده که و ما یاد میگیریم که چطوری ازشون استفاده کنیم و چیکار کنیم. خب برگردیم به کامند لاین یا ترمینال. خب ببینید
یه دستوری میخوام شما را آشنا کنم. علاوه بر البته یه نکته هم بگم، کلا لاراول علاوه بر این که یه سری کد های آماده شده اینجا هستن که ما میتونیم بازشون کنیم و ازشون استفاده کنیم، علاوه بر اینها یه سری کارها هستن که میتونید با استفاده از کامند لاین انجام بدید. دستور PHP Artisan یه چیزی، هر چیزی PHP Artisan یه چیزی، بعدا یاد میگید که این چه چیزایی ممکنه بیاد. مثلا برای این جلسه یه دونش رو میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم، دستور سرو، PHP Artisan Serve. مثلا بعدا یاد میگیم که مثلا PHP Artisan Make مثلا چی کار میکنه، PHP Artisan مثلا فلان چی کار میکنه، دونه دونه با هم یاد میگیریم. پس شد دوتا چیز، یکی یاد میگیریم که این پوشه ها برای چه چیزی ایجاد شدن و هر فایلی با تو چه پوشه قرار بگیره و هر کدی تو چه پوشه قرار بگیره و هر پوشه به چه کاری، یکی با این پوشه بندی لاراول کم کم قراره به مرور زمان آشنا بشیم و یاد بگیریم که این از این کدهای استفاده از قبل نوشته شده که تو این پوشه هستن ما چطوری باید استفاده کنیم. این یه موضوع. و یه موضوع دیگه این که یاد میگیریم که یه سری دستورات هستن به اسم PHP Artisan فلان که یاد میگیریم که هر کدوم از این فلان ها برای چی کار هستن. خب اولیشو با هم دیگه یاد بگیریم، PHP Artisan Serve. این اگه یادتون باشه مثلا اگه از PHP استفاده میکردیم قبلا میگفتیم اپاچی میاد چیکار میکنه، گفتیم اپاچی میاد موتور PHP هستش، در واقع گفتیم که PHP کد اپاچی کد PHP تحویل میگیره و کد HTML جنریت میکنه و تحویل به مرورگر میده، یه حالت موتور داشت دیگه، موتور چیز. لاراول هم یه چیز داره که میتونیم ازش استفاده کنیم و اون با استفاده از دستور serve فعال میشه. من اگه بزنم PHP Artisan Serve و اینتر رو بزنم وای میسه، میاد میگه چه، میگه development server started at 127.0.0.1 port 8000 رو local host رو port 8000 داره serve میکنه، داره الان آماده کاره. یعنی من این URL رو بزنم تو مرورگر بزنم این URL رو، پروژه من بالا میاد. و یه نکته هم بگم در مورد کسایی که تازه با لینوکس آشنا شدن و کلا تازه با کامند لاین آشنا شدن با سی ام دی و اینا، تو سی ام دی یا لینوکس، تو سی ام دی ویندوز یا ترمینال لینوکس این دستور رو که زدید، خواستید که دیگه سرورش متوقف بشه، همچنان داره هی سرو میکنه، هی سرو میکنه، هی داره خدمت میکنه، داره اون موتور الان روشنه، این موتور هر وقت خواستید خاموش بشه کنترل سی، کنترل سی رو که بزنید اون چیز خاموش میشه دیگه، فعالیتش متوقف میشه. و برای یه نکته هم بگم، اینم بازم برای کسایی که تازه شروع کردن به لینوکس ترمینال و کلا سی ام دی، اینکه جهت بالا رو من الان بزنم اینه که برمیگرده بین دستورات قبلی رو همه دونه دونه بالا بزنم یا پایین بزنم، بالا پایین بزنم بین دستورات قبلی مثلا سویچ میشه. خب الان دوباره من بالا رو زدم که برگرده رو اون پیش بیار تیسن سرو، اینتر رو میزنم که سرو کنه. خب توی چیز الان من دیگه این ویندو رو از دست دادم دیگه، چون داره سرو میکنه، من هیچ کاری نمیتونم بکنم. با لینوکس کنترل شیفت تی اگه بزنی یه تب جدید ایجاد میشه، نگاه اون تب قبلیه که PHP Artisan Serve توش داره عمل میکنه و اینم تب جدیدیه که کنترل شیفت تی زدم اومد شد. تو ویندوز نمیدونم چیز داشته باشه، تب داشته باشه یا نه، فکر کنم باید کلیک کراس بکنیم و نیو کامند پرامپت بزنی، یه جور چیز یه کامند پرامپت جدید باز کنی، یعنی دوتا با هم دیگه اگه میخواییم استفاده کنیم. خب حالا ما بریم حالا مرورگر رو باز کنیم، مرورگر رو باز کنیم و 127.0.0.1 از پورت 8000 من این رو بکنم گست، این رو بکنم گست با حالت گست وارد بشم ببندم. خب 127 اون تیکی که علی کردم گست چیز خاصی نیست، زیاد خودتون درگیرش نکنید. مرورگر یه سری کوکی ها و یه سری نمیدونم براوزینگ هیستوری داره و یه سری مثلا پر کن آوتی فیلد فرام دیتا و نمیدونم یه جور چیزایی داره که میخواستم دیگه از اونها استفاده نشه، مثلا یه چیز جدید بیاد بالا. زیاد نکته خاصی نیست، این علیو کردم گست خودتون رو درگیرش نکنید، فکر نکنید حتما باید برین علیو بکنید گست یا کاری کنید. میتونید مرورگرتون رو باز کنید و پاپ تایپ کنید 127.0.0.1 دو نقطه 8000. خب من الان دو نقطه 8000 رو زدم با ارور مواجه شدم. یه سری ارورها هستن، خب باید رفع بشن. بعضی از این ارورها فقط مختص به خود
لینوکس هستن، بعضی از این ارورها مختص به هر دو سیستم عامل هستن. مثلا من الان بیام اینو نگاه کنیم، بیایم توی پروژمون یه فایل میبینیم اینجا .env.example، این رو تنظیمات چیزش هستش، تنظیمات پروژمون هستش. مثلا اگه خواستیم دیتابیسمون رو تنظیم کنیم، نمیدونم، یا یوزرنیم دیتابیسمون رو تنظیم کنیم، یا پسورد دیتابیسمون رو تنظیم کنیم، یا یه سری فایلای دیگه، یه سری تنظیمات دیگه، اینجا میتونیم با استفاده از این تو اینجا بنویسیم. البته این .env.example چیزی که کار میکنه، کار ما رو میندازه .env هستش. پس اولین کاری که میکنید اینه که اینو کپی کنید، خب، و تو خود پوشه توتوریال پیست کنید به این صورت و رینیمش کنید. البته یه کار بهتر میشه بکنید، من اینو پاک کنم، ببخشید، یه کار بهتر میشه. این روی .env کلیک کنید با استفاده از اتم، دیو که بزنید دوپلیکیت میشه، دوپلیکیت میشه به اسم این چیز جدید رو بزنید .env. خب من الان نقطه اینو بهتون میگم که چرا این کارو کردیم. یه سری تنظیمات هستن که ما باید این تنظیمات رو حتما تو .env وارد کنیم، یعنی یه فایل داشته باشیم به اسم .env که این تنظیمات تو اون فایل .env باشن که بتونه پروژه کار کنه. خب حالا چرا خود پروژه لاراول از اول اون .env رو نذاشته، برای ما یه .env example گذاشته، اینو تو جلسات آینده میگم، زمانی که خواستم در مورد گیت صحبت کنم که گیت ایگنور چی هست و گیت به چه کاربردی دارن. فقط پس برای این جلسه این موضوع رو فاکتور بگیرید، فقط بدونید که نیاز هست که یک فایل .env داشته باشید که اینو میتونید از اون .env example کپی کنید، کپی کنید و داشته باشید. خب حالا .env رو که ایجاد کردین، تنظیمات خودتون رو وارد کنید تو اینجا. مثلا دیتابیستون رو، اسمش رو مثلا یه دیتابیس بذارید، یه دیتابیس یوزرنیم من، مثلا دیتابیس یوزرنیم من روت، پسورد من مثلا 1 2 3 1 2 3 به این صورت هستش. پسورد دیتابیسم رو نوشتم، پسورد و یوزرنیم پسورد. شما هم اگه پسورد دارین دیتابیستون که دارین، اگه نداره همجوری پسورد رو خالی بزنین هیچی ننوشید. خب اسم دیتابیس چی هستش؟ بریم یه دیتابیس با هم بسازیم. تو 127.0.0.1 php myadmin php myadmin root و 1 2 3 1 2 3 به این صورت وارد بشیم و اینجا یه دیتابیس جدید بسازیم. اسم این دیتابیس جدید هم میذارم توتوریال، مثل همون توتوریال. بعد این هم بذارم یونیکودی 8. ببینید این دیتابیس رو به طریقای مختلف میشه ایجاد کرد، ولی من دیگه از خود PHP مای ادمین استفاده کردم، اسمش رو گذاشتم توتوریال. این یونیک، این چیزها هم تو آموزش PHP و MySQL در موردشون توضیح دادم، ولی اینجا فقط بدونید که بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که انکودینگش رو بذارید رو مورد یکی مونده با آخر UTF-8MV4 Unicode CI رو این بذارید. حالا مشکلی نداره رو چیز دیگه هم بذارید، ولی تو آموزش که تو PHP MySQL داشتیم این از همشون بهتره. خلاصه کلام، خب دیتابیس توتوریال هم ایجاد شد. پس دیتابیس مورد نظرم اسمش رو میذارم توتوریال، یوزرنیم پسورد مورد نظرم نوشتم. بعد اینجا یه چیزی هست به اسم اپتیباب جو، اینم در موردش توضیح میدم. الان اگه دقت کنید سری قبلی به ما نگفت ارور است کجاست، مشکل ارور چیه، فقط به ما گفت اوپس لوکس لایک سامثینگ ونت رانگ. حالا که .env رو انجام کردم، یه چیزی هست به اسم اپتیباب. وقتی اپتیباب رو ترو باشه، خب به ما توضیح میده که این ارور از کجا ناشی شده و علت ارور از کجاست. سری قبلی .env اصلا نداشتیم، اصلا .env نداشتیم، به همین خاطر همینجوری فقط به ما گفت oops looks like something went wrong. حالا که app debug رو true هستش، احتمال قوی اگه اروری داشته باشیم که من مطمئنم بازم ارور داریم، چون یه سری ارورها هستن باید برطرف کنیم با هم دیگه، مونده مثلا همین app key اینجا از خالیه، یعنی خودش یه اروره که الان سری بعد با هم رفعش میکنیم، این app key نباید خالی باشه. خب خلاصه که این که
نکته که تا اینجا شد اینه که .env رو ما ایجاد کردیم، یه دیتابیس با هم ایجاد کردیم، اسم دیتابیس و یوزرنیم پسورد دیتابیس هم اینجا وارد کردیم. خب حالا ذخیره کنم، دوباره رفرش بزنم این سری. این سری به ما گفت اروره، ولی دقیقاً به ما گفت ارور چی؟ گفت چی؟ No application encryption key has been specified. یعنی همین اپ کی که من اینجا گفتم، گفته این اپ کی هنوز توصیف نشده، برای ما گفته نشده چیه. خب این اپ کی رو باید از کجا بیاریم و اصلا کاربرد این اپ کی چیه؟ این اپ کی، خب بازم میگم، چون ببینید وقتی یک مبحثی رو شروع میکنید خیلی از مباحث به هم گره خوردن. من الان که بخوام در مورد اپ کی توضیح بدم، باید بشنم در مورد CSRF توکن و نمیدونم یه سری مسائل دیگه هم توضیح بدم بهتون که باعث میشه اصلا گیجین. یعنی چون بعضی مسائل خود به خود به هم گره خوردن، بعضی چیزا رو تو ذهنتون فعلا نگه بدارید همین اول کار، چون اول کار خیلی چیزای جدید میخوام یاد بگیرید، من بخوام چیزای جدید بهتون بگم بهتر گیج میشید. فقط اینو در نظر بگیرید که این یک کاربردی داره، حالا این اپ کی، و این کاربردم قرار بعداً بفهمید چیه، ولی الان فقط باید بدونید که این اپ کی رو از کجا بیاریم. باید ترمینال رو بیاریم، ترمینال، یا خب یکی از اینا الان داره سرو میکنه، یکی از اینا رو من دارم برای کارم. اگرم از ویندوز استفاده میکنید نهایتاً دو تا سی ام دی همزمان باز کنید به این صورت. خب حالا یه چیزی هست ما یاد گرفتیم، خب پس PHP Artisan Servo ما با هم دیگه یاد گرفتیم که چی هستش، اوکیه. حالا میخوایم با هم یه چیز دیگه یاد بگیریم، PHP Artisan Key دو نقطه Generate. این PHP Artisan Key Generate یک رشته مثلا طولانی تولید میکنه و اون هم میشه اپکی ما، و بعدن میفهمیم که این اپکی دقیقاً چی هست و چه کاربردی داره. فقط تو این جلسه یاد بگیری که چطوری این اپکی رو درست کنی. پس PHP Artisan Key Generate، من الان میزنم این PHP Artisan Key Generate. گفت چی؟ Key Generate رو مثل این که اشتباه نوشتم. آره چی؟ Generate رو اشتباه نوشتم. Generate. الان میگه Application Key تمام شد، یه همچین چیزی Generate شد. من الان بریم .env مون رو بیاریم. آها نگاه کنید، .env مون یه اینجوری یه چیزی اینجا الان خود به خود ایجاد شد براش. خب پس این با این کار ما یه اپکی تولید کردیم و قرار بعداً بفهمیم که چه کاربردی داره این اپکی. خلاصه کاربردش اینه که امنیت سیستم ما رو نهایتاً بالا میبره. حالا بعداً میفهمی که چطوری امنیت سیستم ما رو بالا میبره. خب این از این. حالا یه رفرش بزنیم. رفرش بزنیم. این سری یه ارور دیگه به ما میده. ببین چه اروری میده. شاید هم ارور نده. اینقدر طول کشید حالا احیانا، حالا من شاید با این ارور مواجه نشم چون سر قضیه پرمیشن ها، ولی احیانا ممکنه با یه چیزی مواجه بشن بچه های ویندوزی که اصلا، ولی بچه هایی که از لینوکس استفاده میکنن، از لینوکس استفاده میکنن، احتمال قوی یه چیزی به اسم پرمیشن دینایت شاید باش مواجه بشن، بگن مثلا بوت استرپ کش، نمیدونم پرمیشن دینا ایز نات رایتبل، نمیدونم چی، یه مسیری به یه رسیدن به یه پوشه رو میده و میگه ایز نات رایتبل. برای این کار اگه اینجور اروری مواجه شدید میگید چی؟ میگید سودو، الان ما تو پوشه توتوریال هستیم درسته، پوشه استوریج هستش، استوریج یه پوشه هستش که تمام فایل هایی که کاربر آپلود میکنه اونجا قرار میگیره، و یه چیزی هم هست به اسم فریمورک، چیزایی که خود فریمورک اونجا یه سری چیزا رایت میکنه تو پوشه لاگز، لاراول دات لاگ خودش یه سری چیزا اینجا لاگ میکنه خود به خود، هر سری مثلا میگه فلان کردم فلان کردم فلان کارو کردم. این باید، این پوشه استوریج رایتبل باید باشه، اگه رایتبل نباشه با ارور مواجه میشید. پس همیشه حتما کاری که بکنید اینه که بچه کسایی که از ویندوز استفاده میکنن نمیخواد این کار انجام بدن، این تیکه به کسایی که از ویندوز استفاده میکنن ربطی نداره، این پرمیشن دادن و رایتبل کردن یه چیز لینوکسی هستش. باید بگین sudo chmod -r بزرگ 777 storage. این دستور چی کار میکنه؟ بچه ویندوزی خودشون درگیر این دستور نکنن. این دستور برای کسایی که خیلی با لینوکس مبتدی هستن، تازه لینوکس رو کردن، این پرمیشن ست میکنه.
777 یعنی ماکسیموم پرمیشن، یعنی هم قابلیت رید رایت برای همه یوزرها رو داشته باشه. پوشه استوریج باید ماکسیموم چیز رو داشته باشه. الان به این علت این ارور رو به من نداد که مثل اینکه داشته از قبل، حالا چطوری داشته اینا دیگه حالا کار ندارم، داشته. اگر با این ارور مواجه شدید که نمیدونم رایتبل، سعی کنید حتما این دستور هم ران کنید. پس حتما پسورد رو از من میخواد 2023. البته بهتر بود نگم این پسورد رو، حالا مشکلی نداره، پسورد من رو بدین به جایی بر نمیخوره. پس با دستور سودو چماد دش آر 777 و پت، این یه پته، این استوریجی که اینجاست یه پته. تو پوشه توتوریال هستیم، پوشه توتوریال یه پوشه داخلش استوریج. این دش آر بزرگ چیه؟ این آر یعنی ریکرسیو، یعنی خودش و تمام محتویاتش، یعنی هم پوشه استوریج و تمام پوشه های محتویات داخلش همجوری ریکرسیو، یعنی همجوری دونه دونه بره داخل و به این صورت بدیم. خب حل ما الان چیکار کردیم؟ الان پروژه لاراول بالا اومده الحمدلله. احتمال قوی فونت شما یه جوری متفاوت باشه، چون من دارم از سشن گست استفاده میکنم، فونت ها رو یه خوردی تغییر میده. مثلا من همینو بکنم علی و بزنم 127.8000 با یه فونت دیگه بیاد احتمال قوی، نمیدونم. خلاصه این قضیه علی و گست هم دیگه بهتون به خودتون درگیرش نکنیم. یه علی هست که مثلا من تمام بوکمارک هم اینجا هستن، نمیدونم تمام براوزینگ هستوری اینا هستن و اینا، که این حالا خواستم دسترسی بهش داشته باشه، مثلا شاید تو ویدیو ببینید. ولی بعضی اوقات دیگه میام از گست استفاده میکنم و به این صورت. چرا اینقدر کنده؟ حالا اینم یه فکر بالا این موضوع گفتم که چرا اینقدر کنده. چت یه مشکلی داره مربوط به لپتاپ خودم، من نمیخوام زیاد چیز کنم. نه مثل اینکه کلن فانتش همینه. حله پس برای این جلسه کافیه، امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید. تو این جلسه فقط خواستیم با هم دیگه یه توضیحی در مورد این پروژه بدیم، چیز این پوشه بدیم، پوشه بندی. یه سری دستور پیش بیارتیست هم یاد گرفتیم، یه چند تا ارور بودن با هم رفع کردیم، دیتابیس ساختیم و اینا. اوکی یه حله، برای این جلسه کافیه. جلسات بعدی بیشتر دیپ میشیم تو لاراول و با هم دیگه بیشتر نمودش بحث میکنیم.